درود و وقتتان بخیر بینندگان عزیز، به یک بسته تازه خبری از چینل تاپ سیکرت خوش آمدید. جنرال سامی سادات از پلان قتل وی توسط اتمر خبر داده است. در همین حال فارن پلیسی گفته است که آمریکا به دنبال خروج از افغانستان بود و صلح افغانها برایشان مهم نبود. همزمان با این مولوی سراج الدین حقانی از تعامل مثبت با جهان خبر داده و مولوی عبدالسلام حنفی از طالبان خواست تا با تعصبات قومی مبارزه کنند. همزمان با این شماری زنان معترض از تعامل جهان با طالبان به تندی انتقاد کردند. با ما باشید و از جزئیات این اخبار و چندین گزارش تازه و مهم دیگر آگاه شوید. اما قبل از آن لطفاً ویدیو را لایک نموده و اگر تازه به چینل ما مراجعه کرده اید آن را سابسکرایب کنید. سراج الدین حقانی وزیر امور داخلی طالبان که روز چهارشنبه 24 اسد در مراسم سومین سالگرد سقوط افغانستان به دست طالبان در پایگاه بگرام سخنرانی می کرد مدعی شده است که در حال حاضر زمینه تعامل بیشتر از هر زمان دیگر با طالبان مساعد شده است. وزیر داخلی طالبان سالگرد سقوط نظام جمهوریت را یک روز تاریخی برای طالبان عنوان کرده است. الله جل جلاله افغان ملت تا پا اخپل قهرمانه و همت بنده دا ازادی بیا ورلست تکڑا دی طول و نمخ که دی ازادی مبارکی. همزمان با این مولوی عبدالسلام حنفی معاون اقتصادی ریاست الوزرای طالبان نیز گفته است که طالبان تعصب و تبعیض قومی، زبانی و سمتی را از بین برده است. بر بنیاد ادعای حنفی فرمان عفو عمومی از سوی رهبر طالبان زمینه برادری را در بین مردم افغانستان به میان آورده است. وی از نیروها و نظامیان طالبان خواست است تا از برخورد قومی با مردم افغانستان پرهیز کنند. منصوبین امارت اسلامی افغانستان تلاش نمایند تا عصبیت‌های قومی، زبانی و سمتی را باید از بین ببرند. همچنین مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرای طالبان نیز گفته است که با تسلط دوباره آنان بر افغانستان درگیری های 5 دهه اخیر در کشور به پایان رسیده است. معاون سیاسی نخست وزیر طالبان همچنان از پناه جویان افغان خواسته است تا دوباره به کشور برگردند. گفتنی است که نظامیان طالبان در سومین سالگرد تسلطشان بر افغانستان در بگرام با موترسایکل و بشکه های زرد رفتند. از سوی هم عارف یعقوبی یک تن از خبرنگاران کشور میگوید که جنرال سامی سادات میگوید که حنیف اتمر میخواست تا او را به قتل برساند. وی افزوده است که آقای اتمر با پاکستان همکاری جدی میکرد و من نسبت به آن خوش نبودم. به گفته وی وقت اتمر متوجه شد که من مخالفت میکنم دستور داد تا مرا به قتل برساند، ولی موفق به انجام این کار نشد. همزمان با این روزنامه فارن پلیسی در مقاله گفته است که ایالات متحده هنگام خروج از افغانستان تنها به عقب نشینی امن نیروهایش فکر میکرد و دستیابی به یک راه حل صلح‌آمیز در این کشور برایش مهم نبود. این نشریه دور زدن دولت افغانستان در مذاکرات دوحه را با کنار گذاشتن طالبان در نشست بن 2001 تشبیه کرده است. در این مقاله گفته شده که فرصت‌های زیادی از 2001 تا خروج آمریکا از افغانستان برای تأمین صلح در این کشور وجود داشت، اما فارن پلیسی عامل اصلی دست نیافتن و آن را دیپلماسی ناکام ایالات متحده عنوان کرده است. همچنین جنبش صدای زنان افغانستان میگوید که شهروندان کشور مظلومانه در سوگ آزادی نشستند. جنبش صدای زنان با انتقاد از نحوه تعامل جامعه جهانی با طالبان افزوده است که بیشتر کشورها به جای ایجاد یک حکومت همشمول در افغانستان این گروه را به نقض حقوق بشر به ویژه حقوق زنان تشویق می کنند. جنبش صدای زنان همچنان از کشورهایی که طالبان را حمایت سیاسی می کنند خواسته است که از مداخله در امور افغانستان دست بردارند.
ما زنان افغانستان خسته ایم از طالبان. ما زنان افغانستان خسته ایم از طالبان. در خانه در خیابان سرنگون با طالبان. در همین حال رئیس دفتر زنان سازمان ملل در افغانستان گفته است که نمیتوان زنان افغان را گذاشت که به تنهایی بجنگند. این مقام سازمان ملل افزوده است که طالبان زنان را از زمینه‌های سیاسی و اجتماعی به طور کامل حذف کرده است و اکنون هیچ زنی در افغانستان در سطح ملی یا ولایتی در مقام رهبری یا موقعیتی قرار ندارد که نفوذ داشته باشد. از سوی هم سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر گفته است که آنها نمی توانند تا در 79مین مجمع عمومی سازمان ملل در ماه سپتامبر امسال شرکت کند. وی افزوده که دلیل آن این است که هنوز کرسی افغانستان در سازمان ملل به طالبان داده نشده است. در همین حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در بیانیه به مناسبت 3مین سالگرد به قدرت رسیدن آنان در افغانستان اعلان کرده است که اجرای شریعت مسئولیت و اولویت اصلی طالبان است. وی افزوده است که طالبان به هر قیمت که شده شریعت را تطبیق میکنند. و اطمینان میتیم که افغانستان دارای حکومت قوی و اسلامی خواهد باشد که با ارزش‌های ما شما با منافع ما شما متحد باشد. مخالفان طالبان اما میگویند که برداشت طالبان سخت گیرانه است و مردم در تنگنا قرار داشته و زنان که نیم جامعه میباشند خانه نشین شدند. آنان از طالبان میخواهند تا حکومت فراگیر ایجاد کنند. همچنین فرمانده مرزبانی جمهوری اسلامی ایران از تصویب طرح انسداد مرزهای این کشور خبر داده است. او افزوده است که برای اجرای این طرح هزینه به مبلغ 3 میلیارد یورو در وزارت داخله ایران به تصویب رسیده است. این مقام دولتی ایران علاوه کرده است که مرزهای جنوب شرقی یعنی مرزهای ایران با افغانستان برای ما اهمیت ویژه دارند. و خبر اخیر این که عاصم منیر رئیس ستاد ارتش پاکستان میگوید که کشورش خواهان روابط خوب با افغانستان است. این مقام ارتش پاکستان افزوده است که طالبان نباید TTP را به همسایه شرقی و برادر خود ترجیح دهد. دوستان عزیز، به پایان برنامه کنونی رسیدیم. تا سلام دیگر، الله نگهدار.